من در واقع همه کاره تنیس روی میز در طی یک دوره 40 ساله خانواده آقای احتشامزاده به عهده داشتم. وقتی آقای احتشامزاده تعریف میکنه از عمل کرده هیئت، یعنی تعریف کرده ما دیگه محلی از اعراب نداره. انصافا یکی از بهترین هیئت هامون در سال گذشته در همکاری، در پیشرفت، در همراهی با اداره کل در اجرای برنامه هیئت تنیس روی میزمون بوده و نتایج ارزشمندشون در المپیاد استعدادهای برتر هم در سال گذشته هم امسال که تقریبا 100% مدال‌هایی که میشد کسب کرد را هیئت تنیس روی میزمون کسب کرده. و یک تبریک بسیار بزرگتر به خانواده تنیس روی میز بابت افتخارات آسیایی که امسال به دست اومد. شاید به ذهن همه دوستانی که در جرگه پیشکسوتان این جمع هستن 20 سال قبل، 25 سال قبل به ذهن کسی خطور نمی‌کرد در بین آسیایی هایی که در واقع خودشون مدعی های جهانی هستن، خودشون در واقع قطب به دنیا حداقل در تنیس روی میز در بخش آسیایی هست و تنیس روی میز ما امسال با شایستگی در بین سه تیم برتر قاره قرار گرفته. آقای هدایی در خدمتشون هستیم و با همت و اقتدار و افتخار آفرینی این عزیزان هست که امروز به خودمون میبادیم که تنیس روی میز ما در عرصه‌ای که شاید دستیافتن مدال برای شده آرزوهای هر کدوم از دوستان عزیز بود امروز این محقق شده. این به لطف مدیریت خوب فدراسیون، مدیریت خوبمون در استانها و بالاخص در استان خودمون جناب آقای صابری عزیز هست. به همه شما، به ورزشکاران، به دوستانی که در جمع حضور دارن من این افتخار رو تبریک میگم و امیدوارم که این موفقیت هم در رشته تنیس روی میز هم در بقیه رشته‌ها متداوم داشته باشه و اون جمله معروف جناب آقای جوادی که اگر قرار باشه اتفاقی در کشور در ورزش بیفته باید تو تهران بیفته، تهران باید حرکت کنه تا ورزش کشور رو حرکت بده، در واقع با این اتفاقات جامعه عمل رو خودش ببوشه. ضمن خیر مقدم مجدد به همه شما عزیزان، من دعوت میکنم از جناب آقای صابری برای بخش دوم در واقع گزارش عملکرد هیئت در سال 1401. ما در واقع بعد از گزارش جناب آقای صابری تایید میکنیم فعالیت های هیئت را در سال 1401 و بعد در واقع گزارش مالی هیئت و این دو تا تایید رو ما باید از مجمع برای عزیزان در تنیس روی میز بگیریم. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد در خدمت جناب آقای صابری هستیم.